امروز میخوام دوباره این تعلیم یا این موعظه یا این کلامی که هفته گذشته صحبت کردم ادامه بدم و در مورد میهن پرستی بود نه مهین پرستی میهن پرستی <laughs> بعضی وقت امروز به نسلین گفتم بعضی وقت این اشتباهاتی که من میکنم خیلی توی فکرتون تو میمونه از اینکه همه چی نرمال صحبت میکنم زمانی که دفعه دیگه مثلا می هم شنیدین کلام رو زود به یادتون میاد کلام خدا رو و امیدوار هستم از این اشتباهایی که من بعضی وقت میکنم که خنده داره واقعا چیزای حداقل کلامی در فکرتون بمونه من واقعا از خداوند خیلی تشکر میکنم واقعا مدیون او هستم که خدا این فیض رو واقعا بخشیده واقعا میتونم بگم فیض بخشیده که ماه به ماه یا هفته 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 به هفته خدا الان خیلی بلنده نه؟ یکم کم, کم ترش کنین هفته به هفته ما رو یک مسیری هدایت میکنه یک کلیسای نیستیم که دائما همینطور این چیزا رو ادامه بدیم بشنویم همون چیزایی کهنه بلکه احساس میکنم خدا روح خدا ما رو هول میده برای یک هدفی هول میده و هر دفعه چیزای تازه هست مخصوصا که از سال گذشته که ما فکر, فکر کردیم یا خدا تو قلبمون گذاشته مخصوصا برای 2020 پروژه داشته باشیم و بریم ما باید الان کلیسای آلفا اومگا باید قدمایی ورداره بره بیرون و انجیل رو پخش کنه هم نه فقط ویزیون رو میده بلکه رو میکنه کلام رو باز کردن مکاشفه کردن که واقعا طبق کلام خدا بتونیم بریم جلو همون کلامی که از از اول ژانویه شنیدیم اول با نسرین که در مورد همون وارد کنان شدن و همینطور روش های خدا استراتژی های خدا باید آشنا بشیم ما دوباره امروز هم همینطور پرستش میکردم واقعا میگم چه خدایی داریم نه فقط ما رو خانه نه فقط ما رو نجات داده نه فقط ما رو الان گفته فرزند خدا هستی بلکه شریک کارهای خودش رو کرده استراتژی های خودش فکر خودش رو میخواد به ما به ما آشکار کنه یعنی میخواد به ما همکاری کنین خدا خداست که میتونه الان کارهای خودش رو انجام بده بدون هیچ, کار، هیچ کاری که ما حتی بتونیم انجام بدیم درسته یا نه خدا میتونه اینجا الان یه کارهای انجام بده فقط خدا این تصمیم رو گرفته ما رو شریک خودش بکنه به این خاطر ما احتیاج داریم که بشنویم احتیاج داریم با استراتژی های خدا آشنا بشیم و ببینیم که هدف خدا چیه برای کلیسا چیه و همینطور هم نه فقط برای کلیسا برای دنیا چیه ما یک مأموریت بزرگی داریم عزیزان و به این خاطر خدا رو شکر میکنم که خدا ما رو بیدار سعی میکنه بیدار نگه داره که هیچ موقع فکر نکنیم الان ما فقط مشغول فقط کارها باشیم مشغول فقط خدمت ها باشیم این کافیه یا تو این خدمت هاست که ما رشد می کنیم تو این خدمت هاست شاید هم فش تو فشار هم قرار می گیریم فقط خدمت ها هم باعث میشه که وقتی برای خداوند داشته باشیم موضوع ها رو بفهمیم فکرای خدا رو با فکرای خدا آشنا بشیم من می بینم که الان کسانی که واقعا خودشون سپردن برای کار خدا و زحمت میکشن چقدر زودتر سالمتر رشد میکنن از کسانی که فقط یه مشغوله فقط یه کاری هستن به این خاطر این روش ها رو ما باید یاد بگیریم این هفته گذشته که در مورد همون میهم پرستی صحبت میکردم بعضی هستن فکر میکنن یا وطن پرستی یا شاید یه فکر اشتباهی میکنه مثل اینکه الان وطن ما که در آسمون مثل یک یک سرزمینی هست یا ملکوت خداست که الان این سرزمین رو میپرستیم یا یه غلم روی هست که میگیم که الان این این مکان رو میپرستیم من میخوام درست متوجه بشین وطن اصلی من وطن اصلی ما چیه؟ یا کیه؟ خداست وطن من خداست یک مکانی نیست متوجه هستین؟ من دوباره باید برگردم از او که من متولد شدم وطن من خداست زمانی که میگم من وطن پرست هستم یعنی خدا پرست هستم دنبال یک سرزمینی نیستم و زمانی که ما میگیم که همینطور وطن خودمون رو باید به ارث بگیریم کلام خدا میگه که ما ما هم ارث مسیح هستیم ما یک روز مسیح رو ارث میبریم درسته یعنی با او یک میشیم زمانی که پس در مورد وطن صحبت می کنم می هم پرست صحبت می کنم یعنی خدا پرست ایسا رو می پرستیم ما دوباره یک روزی که چشمون بسته باشه بر می گردیم به وطن خودمون که خود خداست آمین به این خاطر می خوام درست متوجه بشین که میهند یا وطن پرست یک سرزمینی نیست درسته ما ملکوت خدا رو به ارث خواهیم برد میراث ملکوت خدا هستیم خواهیم شد وارسانه یا یا خدا برای ما میراسی آماده کرده یا و هر چیزی که زمانی که من خدا رو عنوان وطن میبینم برمیگردم به او هر چیزی که متعلق به اوست مال من میشه آمین این دید رو باید داشته باشیم من دنبال یک زمینی نیستم فقط من میدونم یک روزی تمام هستی خدا من به ارث خواهم برد اینو ایمان دارم تو هم ایمان داری و زمانی که میگم وطن من مسیحه یا وطن من پدر آسمونی منه من میخوام دوباره برگردم یه روز از او که من متولد شدم به این خاطر میخوام اول متوجه بشیم که زمانی که در مورد وطن یا میهم می پرست صحبت میکنم که درست متوجه بشین که منظور من چیه الان اولین و اینجا که هفته گذشتم این چیزهایی که نوشتم گفتم میهم پرستی یعنی در خدمت چیزی یا هدفی بالاتر از خودمون یا هدفمون باشیم الان میتونی بگی که به جای میهم پرستی خدا پرستی میتونی بگی یا و همینسونم می میهم پرستی به عنوان دلبستگی عاطفی به کشور خود و مردم مردم است هر چیزی که متعلق به خداست یا الان می هم پرست زمانی که خدا رو میپرستم اتوماتیک شما هستین که با هم دیگه کلیسای خدا رو ما اه, یعنی کلیسای خدا هستیم ما همه مال خدا هستیم درسته یا نه من نمیتونم الان خدا رو بپرستم و شما رو رد کنم من یعنی منظور اینه که زمانی که من می هم پرست یا خدا پرست هستم باید در فکر شما باشم برای شما باید فکر کنم به شما باید خدمت کنم شما مهم هستین اوکی؟ درسته یا نه؟ قبول میکنین؟ و این یک نظامی نیست اوکی برداریم و آخریشم، در عین حال یک فداکاری جانشانه جانشانه جان جان فشانه که <تص> برای کل جامعه است و فرا جوابهای های شخصی ربطی به من نداره زمانی که من خدا پرست هستم یا من باید خودم رو فراموش میکنم شما مهم هستین اگر کسی اینجا هست موافق بتونه بگه آمین من نمیتونم بگم عیسی رو دوست دارم او وطن منه و شما رو رد کنم غیر ممکنه زمانی که وطن پرست یا یعنی خدا پرست هستم پس باید خودم رو فراموش کنم کار خدا هدف خدا نقشه خدا خیلی بزرگتر است از, از نقشه های من فکرهای من و هدف من و این چیزهایی هست عزیزان که خدا میخواد به ما نشون بده که ما رو آزاد کنه از خودمون مطمئن باشین عزیزان زمانی که آزاد میشین از خودتون برای دیگران فکر میکنین برای خودتون فکر نمی این یک دورانی هست که باید بکسارونیم که مجا برسیم خواهید دید که این آزادی واقعیه آزادی نیست که فقط الان من آزاد شدم از سیگار آزاد شدم از این آزاد آزاد تو باید یا ما باید این منم توش هم توشم هستم ما باید از خودمون بشیم ما باید آزاد از خودمون بشیم آزاد خودمون بشیم یعنی خودمون رو حق خودمون رو فکر خودمون رو هدف هر چیزی که ما داریم و نداریم باید بگذاریم کنار بگم که شما مهمتر از همه چی هستید چون شما هدف خدا، فکر خدا، نقشه خدا هستید و با هم این جامعه خدا که هستیم با هم کار خدا رو در این دنیا انجام میدیم اگر نه خدا میتونه زمانی که ما نجات پیدا کنیم بریم سود کنیم پیش خدا من اونجا دیگه در حضور خدا هستیم پس چرا در این دنیا هستیم؟ پس یه معمولیتی داریم سوال من این که اولین سوال اینه که ارزشی میراث و وطن تو برای تو چقدر هست ارزش میراث و وطن تو برای تو چقدر هست هفته گذاشتم در مورد کشورمان ایران صحبت کردیم گفتیم که آیا واقعا الان دنیایی صحبت میکنم آیا ایران و افغانستان رو دوست داری کشور خودت وطن خودت رو دوست داری یا نه اگر تو امکانی داشته باشی پول رو داشته باشی اقتدار رو داشت می داشتی که و که تغییراتی تو وطن خودت انجام بدی آیا چه کاری می کردی؟ گوش کردین اگر امکان پول اقتدار رو داشتی در وطن تو یک, یک, یک انقلابی بیاری چه کاری می کردی؟ و زمانی که درت‌های کشور خودمون این زخم کشورمون نگاه میکنیم و تو میدونستی من یک داروی دارم یک چیزی دارم که میتونم کشور خودم رو شفا بدم چی می‌کردی؟ میگم دنیای صحبت میکنم چون ما خیلی احساساتی عمل میکنیم خیلی احساساتی می‌گیم که دردم میکره ایران رو نگاه وضع ایران رو نگاه افغانستان رو نگم. وای دردم میاد این فقط مثال میگه یک, یک میگم یک آلمانی میگن تروفن افن هایسنشتاین یعنی یک قطری, قطری هست که روی یک سنگ داغ میفته پس میره بعد از این دنبال زندگی خودت دوباره هستی چی بخورم چی بپوشم هدف من چی این چی اونجا دنبال زندگی دوباره زندگی خودت بعد از این یه مدتی دوباره تو فیسبوک یه چیزی میبینی که تو ایران یک زنی یا یک مردی هست یا تو افغانستان یعنی تو چیز یونان الان عکس که ما می‌دیدیم، دلمون می‌سوزه بعد از این میگیم نه اون پرونده ببندیم بگذاریم کنار الان دو مال زندگی خودمون باشیم منظور من این نیست که ناله کنی گریه کنی منظور من این نیست منظور من چه قدم الان تو امکانات رو داشتی چه قدم هایی می‌داشتیم داشتیم و زمانی که با یعنی با عکس عمل تو با حرکت تو مشخص میکنی چقدر تو برای این هدف تو برای این وطن تو خودت تو سرسپردگی کردی از اعمال تو چقدر تو فکر میکنی در مورد چقدر مشورت میکنی چقدر با تیم تیم آباد یعنی با, با گروه تیم شروع که وقت تو چیز سرمایه گذاری میکنی استراتژی های خودت رو فکر میکنی صحبت میکنی چه کارهایی میتونیم انجام بدیم و شروع میکنی عمل کردن حتی از پول خودت استفاده بکنی کارهایی انجام بدی که واقعا تغییراتی انجام بشه الان آخر به اونجا میرسم چرا این چیزها رو حرفا رو میزنم الان تو امکان رو داشتی اقتدار رو داشتی چه کارهایی میکردی برحال از این چیزها ما متوجه میشیم که واقعا وطن پرست هستیم می هم پرست هستیم یا نه و همینطورم هم آیا واقعا میراث ما خدای ما که نجات پیدا کرده آقا و فکرش و هدفش برای من مهمه یا نه جالب اینه که زمانی که من این موعظه رو آماده می کردم که در مورد سارسوپردگی در مورد اینکه که فکر می کردم و که هدف خدا خیلی نقشه خدا خیلی عظیمتر خیلی بزرگتر از اینکه که من فکر می کنم برای خودم فکر می کنم بعد از این گفتم یعنی برای این واقعا دیگه یک سرسپردگی واقعی باید ما داشته باشیم و زمانی که اسلام رو نگاه کردم و همینطور مخصوصا داعش و این تمام چیزهایی که نگاه میکنیم که دیگه افراد خودشون میسپارن میان توی بیابونه آموزش هایی میبینن و تمام فکرش و تمام چیزهایی هستن یعنی زندگی خودش رو فدا کردم و میرم برای کشور خودش برای وطن خودش برای پیشبرد اسلام چه کارهایی انجام میدن و میرن اونجا همینطور از خودشون چه چیزی میسازن بمبگذاران انتها... انتهاری الان نگاه کنی یک شخصی هست برای وطن خودش بگه که من با این بمب هایی که دور من میچرخم و میرم اونجا و با این, با این منفجر کردن ملکوت یا میگم اسلام رو پیش میبرم یعنی زندگی خودش رو فدا کرده خرابکاری میکنه به اسم خدا یک وعدی هم گرفته که یک کسی که اینطوری خودش رو به اختیار برال این کاری بده چیز تو وارد بهشت خواهد شد و میگم که طوری فکر کردم گفتم که یا همینطورم توی چین الان اسلام رو بگذاریم کنار توی چین افرادی هستن که دیدم که توی رفتن توی خیابون چون میخواستن تظاهرات بکنن علیه رژیم درد می دردشون میاد از این رژیمی که اونجا کمونیستی اونجا بود سالها پیش بود میرفت وسط شهر وسط چیز یک, یک میدان اونجا بنزین رو رویش ریخت رو 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 و خودش رو سوزوند که به دنیا اعلام کنه مشکل داریم ما و میبینیم همین چه افرادی هستن چقدر یک شخصی باید به یه جایی برسه که وواره وطن خودش برای یعنی وطن برای جمعیت خودش جامعه خودش زندگی رو فدا کنه حداقل یک صدای بیاد, بیاد بیرون افرادی هم هستن توی میفتن توی زندان یا اصلا توی فشارهای چیز فشارهای سیاسیت هستن و اونجا احتساب غذا میگیرن میگن نه یعنی توی زندان هستن سه هفته چهار هفته یک ماه دو ماه غذا نمیخورن میخوان چیز کنن میخوان یک چیز رو اعلام کنن برای خودشون نیست اعلام نمی کنم مثلا من رو آزاد کنیم من مقصر نیستم برای یک هدف و این هدف برای این شخص بزرگتره از هدف خودش زندگیت خودش خانواده خودش همه چی رو گذاشته کنار برای یک هدف و الان به این خاطر میخوام از این زاویه های دیگه نگاه کنی ببینید که الان ما که مسیح هستیم چی هستیم چه چیزی داری این خدا پرسیدم الان اگر تو میتونستی دنیا رو عوض کنی وطن خودت رو عوض کنی و همینطور هم جامعه خودت رو تاثیر روی جامعه تو بذاری چه کارایی میکردی الان عیسی مسیح آمده گناه های ما رو بخشیده ما رو حیات جاودانی رو بخشیده من حیات جاودانی تو حیات جاودانی رو گارانتی داری و همینطورم تولد تازه رو داری از روح خدا ما متولد شدیم یعنی همه چی رو دیگه داریم بعضی وقت میگم کاش که خدا این کار رو نمی کرد کاش که میگفته نه تو باید بری تا به دست بیاری حداقل اونجا یکم جون میدادیم الان چون یه جایی رسیدیم که میگیم آها همه چی رو دیگه دارم دیگه دیگه چه به جنگم؟ برم لذت ببرم و الان مخصوصا هم که خدا محبت خودش رو در ما گذاشته یعنی ما هم همینطور من اینطور این من اینطوری گفتم من بمب گذاران گذاران خدا هستیم فقط بمب ما محبت خداست ما دور ورمون درون ما محبت خداست ما درون ما عزیزان قدرت قیامت. بزرگترین قدرتی در این کهکشان وجود داره قدرت قیامته این در ماست یعنی ما همه چی رو داریم این بمبهی های خدا در ما قرار گرفته و خدا میگه که برو اونجا برو توی جامعه بوف منفجر شو و این منفجر شدن محبت خدا, خدا رو پخش کن جنگ ما با شمشیر و اینطوری چیزایی نیست کلام خداست اختداری که به ما داده قدرتی که به ما داده به این خاطر زمانی که ما به این حقیقت برسیم جایگاه ما کجاست چه قدرتی در ما قرار گرفته چه تاثیر میذاریم روی دنیا بذاریم چقدر خدا میتونه از تو و ربطی هم به سنم نداره ها فکر نکنین الان مثلا یکی هفتاد سال میگه دیگه وقت من تمام شد نه هشتاد سالم باشی خدا آخر خواهیم رسید از تو میتونه یک زن جنگجوی بکنه یک زنی بکنه که مثل سرباز بتونی بیستی در دوم تیموتیوس باب دو آیه سه اینجا نوشته هم همچون سرباز شایسته مسیح ایسا در تحمل رنج های باش این به تیموتیوس میگه هیچ سپایی هنگامی سربازی خود را گرفتار مشغولات های زندگی نمی سازد چرا که خواهان جلب خوشنودی فرمانده خیش است. و من فیلمان میتونم اینجا در این میتونی خیلی خوب تصور کنی یک کسی که از توی جنگ هست تو جپه هست فکر نمیکنه الان فردا چی میپوشم الان هدف من چیه چه چی کاری کنم و آ آرزو من هنوز اینطوری نه اونجا من فقط در حال چیه در حال چطور میتونم دشمن رو از بین ببرم همینطور توی تو جپه چطور میتونم این سرزمین رو به دست بیارم یه کسی که توی جپه هست فکر نمیکنه الان شروع کنه قضاوت کردن آها این سرباز چرا با من اینطوری حرف زد نمیدونم رئیس من چرا اینطوری گفت من دیگه نمیرم به جنگم <applause> غر کردن غیبت کردن چون خیلی خوب سربازها خیلی خوب میدونه غیبت کردن یعنی بیشتر بگم که با این رفتارها خودشون و این ارتش رو ضعیف میکنه آخر به ضرر خودش تمام خواهد شد به این خاطر فکر میکنه به اون به این, به این پادشاهی یا اینجا میگه که به این فرمان به اون گوش میکنه اطاعت میکنه و میگه که این شخصی که الان فکری داره نقشه کشیده خیلی بالاتره خیلی بالاتر از اینکه الان من اونجا جایش اینجا زندگی میکنم حواسش جمعه یک سرباز واقعاً, واقعا باید دقت کنی یادتون هست همینطور که در دو ماه پیش بود که موعظه شده اینجا در مورد جیدیون یا چطور خدا 300 نفر رو انتخاب کرد فقط این 300 نفر همان افرادی بودن که چشمشون باز بود میدونن برای چه چیزی خوانده شدن ما باید این میدیانیت رو باید از بین ببریم و خدا با ماست حواستشون جمع بود بقیه که ده هزار نفر بودن همینطوری فقط در حال تشنه هم گرسنه هستم الان چیه غذا چیه ساعت چنده ساعت چاره هنوز غذا به ما نمیدی اینطوری فکر نمیکنن عزیزان خدا میخواد از کلیسای آلفومگا افرادی بسازه قهرمانایی بسازی که واقعا نه دنبال دور خودشون میچرخند بلکه یک هدفی دارن مکاشفه شده باش شده برای چیزی خیلی بالاتری بلندتری خوانده شدی از اینکه تو داری منظورم هم این نیست که تو برای خودت فکر نکنی فقط یک روش زندگی هست هر قدمی که من ور می دارم, هر تصمیمی که من می گیرم می بینم که آیا با این نقشه خدا پاسه یا علیه نقشه خداست با این رفتاری که می کنم باعث ضعیف شدن شکسته شدن کار خداست یا کار خدا رو بنا میکنم متوجه هستی روش زندگی هست من میخوام دنبال کار برم این کار آیا مناسبه یا نه مخصوصا هم زمانی که میخوایم ازدواج کنیم آیا این زن یا این شوهر این مرد واقعا از خداست یا نه من 19 سال مجرد بودم من میترسیدم بزر... می واقعا ازدواج کنم چه میدونستم این زن درستی نباشه خدمت من نه فقط خدمت من کلیسا ضربه خواهد خورد تا نسین آمد و خدا هدایت کرد شاگرد من بود فقط من دنبال دمالش... دمال این چیزایی نبودم میترسیدم میگفتم یک زن میتونه باعث بشه که نه فقط من بلکه کلیسا من برای کلیسا فکر میگم برای من خودم اصلا فکر نمیکردم. کلیسا ضربه بخوره به این خاطر واقعا خدا باید سی تایید میکرد و همینطورم نصیر رو تایید میکرد که واقعا بدونیم خواست خداست به این خاطر جوانان که اینجا هستی و همینطورم جوانای دیگه که سی سی و پنج سال بعضی وقت میبینم که اصلا بدون اینکه مثلا بدونم یهو میشنوم رفتن زن گرفته گفتم مثلا دعا شده دعا نشده بعد از یه مدت میبینم که حامل شده مثلا کجاست کجا زندگی میکنیم چی شده مخالف حامله حامل شدن نیستم فقط زمانی که بچه دار میشن بعد از یه مدت میبینیم که چه مشکلهایی میره خدا تایید نکرده بعد از یک مدت جدا میشن کلیسا ضربه میخوره نقشه خدا ضربه میخوره به این خاطر باید مواظب باشیم زمانی که میگیم که میخواب بیا مشورت کن نه اینطوری که من فوزولی کنم من که نمیتونم بگم که زن تو کی باید باشه فقط زمانی که همینطور قدم ور داره فروتن میشه و میگه که پاسور واقعا میخوام نمیدونم از خداست از خدا نیست دعا میکنم روزه میگیرم همین کارو میگه به من نشون بده منم نمیتونم بگم خداست برو ازدواج کن میگم نمیدونم من احساس میکنم تو خودت باید تصمیم فقط فروتنی او باعث میشه که خدا به اوی مکاشفه رو میده من که اینجا نیستم برای شما به این خاطر در این قسمت ها ما باید واقعا مواظب باشیم این قلب ما برای چی میتپه برای هدف خودم یا برای هدف خدا برای هدف خودت بتونه به فقط بگذار که اول این تپش قلب تو زیر تپش قلب او باشه اون موقع همه چی رو خواهد شد اون موقع مطمئن باش خدا میگه که حتی چیزایی که دعا نکردی من برای تو خواهم داد یک ارتشی که اونجا میره توی 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 جپه فکر نمی کنه الان اسلحه رو از کجا برم بخرم لباس ها رو از کجا بخرم این کشور به او همه چیز همه امکانات رو بهش میده درسته یا نه اول میره اونجا سرباز خوره بعد از اینجا لباس های لباس هایی هست که بهش میدم بعد از این هفتی ها چطور یا چیز تفنگ ها بعد از این کسانی که باید تانک رو بشینن همه آموزش ها رو میبینن همه چی مجانیه هم زمان غذا هم بهشون میدن هم زمان هم هر چیزی که احتیاج هست به شما میرسونن و ما هم همینطور زمانی که الان در اختیار خدا هستیم و میگیم خدا و نقشه تو هدف تو خیلی بزرگتری مخصوصا در این زمان آخره ما زندگی میکنیم فراتر از فکرای من خدا من من حاضر هستم خودم احساس خودم هدف خودم نقشه خودم برنامه های خودم همه چی رو زیده نقشه تو بذارم و من میخوام برم جلو اون موقع هست که خدا چی میده به تو حکمت میده استراتژی میده چرا؟ چون میبینه که الان پوریا واقعا فکرش اینه که یه ای کاری انجام بده خدا الان میگه که به تو نمیدم بیا اینجا گدایی کن خدا زمانی که نگاه میکنه یه کسی هست میخواد بره پس چی میکنه؟ یک دوستایی افرادی خوبی کنارش میذاره کمکش کنن یا همه چیز استراتژی عزیزان خدا نمیگه که برو الان من کارهای خودم رو انجام میدیم نه هر چیزی که از الان در قسمت های یوشه رو دیدیم یوشا زمانی که آمد اول فرشته آمد اما میدونست که الان یه سرزمین مقدسی از اونا ایستاده ما باید واقعا مواظب باشم باید زندگی پاک داشته باشم بعد از این فرشته شروع میکنه به صحبت کردن و بعد از این می بینیم که چرا چطور عریخا افتاده زمانی یه کسی هست که میسته و الان نه فقط الان مثال میگم موریا مثلا به پوریا میگه که من میخوام برم تو خدمت بکنم وظیفه خودم رو انجام بدم فقط خواست و هدف و نقشه های خودش رو میخواد آخر به دست بیاره اصلا فکر این نیست که ملکوت خدا پیش ببره فکر این نیست که نقشه خدا پیش ببره فقط فکر خودشه فقط خدمت میکنه اینو فقط میگم الان تو خودت میتونی خودت میتونی تفتیش کنی یا نه تفتیش نه تفتیش درست یا زمانی که خدا میبینه که نه هدفش این نیست که یه جلالی پیدا کنه یا من مثال میگم یه به یک مقامی برسه بلکه هدف اینه که واقعا کار پن پس خدا دوستای خوب برادرای خواهرای خوب کنارش میذاره و همینطور هم زمانی که دعا میکنه خداوند به تو استراتژی میده پس این در دعا ور میداره و خدا میخواد این کار رو انجام بده یا کمک میفرسته اسلحه تو رو میده حکمت تو رو میده تشخیص روح رو میده چرا چون برای خدا میجنگی و زمانی که یه کسی هست که مثلا دنبال کارهای خودشه و دنبال جلال خدا چه, چه استراتژیایی بده نه چه استراتژی بده برای چی بده دنبال خ... جلال خودم هستم خدا میگه باش خدا میگه که اوکی برو کارهای خودت رو انجام بده حداقل از طریق تو من برکت میدم به افراد خدا از تو هم استفاده میکنه برای افراد فقط تو روشنه میکنه تو همونطور دنبال سردرگم در دنبال زندگی خودت هستی به این خاطر زمانی که اینجا در مورد سربازی صحبت میکنه سرباز شایسته مسیح است که در تحمل های سهیم باش یعنی زمانی که سرباز هستی یعنی واقعا مشکلای هست رو به رو میشی خدا بعضی وقت هست به تو نشون میده که مشکلای تو چیه گناهای تو چه فکرای اشتباه چیه ذهن تو اشتباه هنوز هنوز درست فکر نمی کنی در من دائما اینطوری هست که زمانی که یه کارایی میخوام انجام بده بعد از یه مدت خدا نشون میده که در این قسمت اشتباه فکر میکنی در این قسمت هنوز دید تو درست نیست چون ما زمانی که در نور حرکت می روح روی خدا هدایت میکنه. و زمانی که اصلا دنبال کار خدا نیستم در تاریکی می هر دفعه هم کلام خودم بشنوم 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 هاللویا هاللویا جلال بر نام خدا جلال نام خدا همینطوری ایستادی هیچ اتفاقی نمیفته بعد از ده سال, بعد از سال همون موعظه ها رو که میشنه و هر دفعه آه چقدر عالی بود چه مکاشفه ای گفته 10 ده سال پیش این چیز رو شنیدی پنج سال پیش شنیدی چهار سال پیش شنیدی چه مکاشفه ای هستی که باید رشد کرده باشی الان به با یه جایی برس رسیده باشی چون این میستن قدم برنی می داریم این مکاشفه ها یا این چیزهایی که برمی داریم از بمیره دوباره باید خدا یه حرفی بزنه که آه، آها الان فهمیدم و زمانی که قدم ور میداری هدف فکر همه چی رو میکساری که میگه می که خدا من من هر چیزی که هست میخوام زیر دستای تو بسپارم برای تو میخوام میهن پرست هستم من خدا پرست هستم اراده او میخوام انجام بشه هدف او انجام بشه نقشه او باید انجام بشه اون موقع هست خواهی دید قدرت اقتدار هر چیزی که احتیاج از خداوند به تو خواهد داد چون میبینه که به وصل تو میتونه سرزمین رو به دست بیاره آیه بعدیش اولین قسمتی که صحبت کرد در مورد سرباز الان اینجا در مورد یک ورزشکاری صحبت میکنه و همین سان ورزشکاری که در, در میدان مسابقه همواره می میکند تاج پیروزی را دریافت نخواهد کرد اگر به قانون آورده نکرده باشه مرسی فهمیدین من محصول می نویسم که حداقل اشتباه میکنم شما درست بفهمید سو اینجا در مورد ورزشکار صحبت میکنه اونجا در مورد چی صحبت کرد در مورد سرباز اینجا میگه که ورزشکار یه ورزشکار چی میکنه دنبال چیه؟ دنبال تاج دیگه دنبال یه روزی این تاج رو بر افرازه بگی من برنده شدم و اینجا فقط اینجا در مورد که صحبت میکنه این ورزشکاری ای پولس اونجا میخواد بگه میگه که نمیتونی هیچ موقع این تاج پیروزی رو دریافت کنی اگه با قانون زندگی نکنی اینجا قسمت اول که در مورد در مورد سرباز صحبت میکنه ربطی به قلب داره ربطی به اشتیاق داره برای پادشاه ایستادن این قسمت در مورد شخصیت داره شخصیت تو باید عوض بشه تو نمیتونی بگی که الان من بینم اونجا کارهای خدا رو انجام بدم نه همزمان زمانی که میخوایم خدا رو خدمت کنیم عزیزان همزمان که خدمت میکنیم همزمان باید با قانون با شریعت با شریعت منظور من با با این روح خداست که تو رو باید تبدیل کنه شخصیت مسیح باید در ما دیده بشه خدا هیچ موقع به تو, به تو این تاج عدالت رو نخواهد داد که فقط اونجا رفتی خدمت کردی نه شخصیت ما باید عوض بشه با قانون باید بدویم الان کلام خدا میگه ما با صبر این مسابقه رو میدویم درسته؟ یه مسابقه هست یه مسابقه یه کسی هست که ورزشکار اینی که دائما باید خودش رو چی نگه داره؟ آماده و همینطور هم باید خودش رو به حال از هر نوع شربی و نمیتونه هر چیزی که دوست داره بخوره یعنی باید این بدن خودش تمام عضلات های خودش همه چی رو باید فیت نگه داره به این خاطر باید تمرین کنه یه زمانی که بوریس بکر که تنیس رو بازی میکرد میگه روزی هشت ساعت فقط تمرین میکرد فقط اونقدر عاشق چیز بود عاشق تنیس بود برنده شدن بود هشت ساعت اجازه نداشته هر چیزی که دوست داره بخوره یا یعنی واقعا یه تیمی داشته تیم فقط برای غذا خوردن داشت و تمام ورزشکارای معروف هم اینطوری هستن یه تیمی هست که فقط در مورد چیز ترنینگ یعنی میگه در مورد تمرین و اینطوری چیز یه کسی هست که فقط در مورد غذا خوردن چه چیزی اجازه داره چه چیزی اجازه نداره بخوره و اونجا کنترل میکنن یا این شخص رو می میکنی و میگه که آگه برنده رو میبینی که شما برنده شده فقط چه زحمت هایی کشیده و ما هم همینطور باید نگاه کنیم چه چیزی مثبت برای من چه چیزی مثبت نیست چه چیزهایی باید از من عوض بشه زمانی که چاخ شدم مثال میگم خیلی چاخ الان فیزیکی صحبت میکنم نمیتونی برنده بشی پس تمام این چربی ها از بین بره تمام این چیزای ویروس هایی که در زندگی تو فکرای منفی دید منفی قضاوتش نمیدونم هر چیزایی که تو رو سنگین میکنه یا باید از بین بره تو نمیتونی یک روز این تاج رو به دست بیاری اگر نه با قانون طبق کلام خدا زندگی کرده باشی آمین و یک ورزشکار با علاقه مندی همه،, همه چیز رو انجام میده چون یک تاجی میبینه من میخوام برنده بشم و این برنده شدن این چشمش که روی این چیز روی این, این تاجی میدوزه این به او قدرت میده که هر روز بره هر روز تمرین کنه بعضی وقت هست که آلمانی میگن شواین هوند، شماین هوند میشه یه خوکی در ماست یا یه خوکی هست در ما میگه نه حوصله ندارم نرم دعا, دعا چیه آه میخوام بخوابم میگم شواین هوند میگم این شواین هوند دائما میخواد تو رو شماین میفته فقط برحال چی میگن تنبل یا این شوین در ما هستن روز دعاست آه حوصله ندارم برم دعا کنم خداوند شکرت میکنم پاستور برکت میدیم خداوند هدایت کن خداوند خوب دعا کنم <applause> وشنانمون رو راحت میکنیم میگیم ها ما دعا کردم دیگه <applause> تمام این چیزهایی هستی که باید از من بره عزیزان اگر میخوایم یک کلیسای موفق باشیم بدون دعا کردن شفاعت کردن به جایی نمیرسیم اینجا و, هم همینسان ورزشکار که در میدان مسابقه چی هم؟ پهلوانی پهلوانی, پهلوانی میکند تاج پیروزی رو دریافت نخواهد کرد تو تاج عدالت رو دریافت نخواهی کرد اگر درست زندگی نکنی در دعا، در شفاعت، در کلام، در اطاعت نباشی خواهی گرفت اول قرینتی با به نوع بیست و هفت. اینجا میگه که نست در دست توست تو بخون دیگه پس من این گونه میدوم نه چون کسی که بی هدف است و مشت میزنم نه چون کسی که هوا را بزند بلکه تن خود را سختی می دهم و در بندگی خیش نگهش می دارم مبادا پس از موعظه به دیگران خود مردود گردم آمین پس می بینید که پولس یک هدفی داشت عزیزان و دنبال این هدف بود و این هدف چی بود؟ هدفش کار خدا بود پیش برد ملکوت خدا بود یا؟ به این خاطر باید توی یک دیسیپلینی می‌افتاد و همینطور هر چیزایی که درونش بود باید از خودشون جدا میکرد من مطمئن هستم پولوس هم همینطور شاید حسادت توش بود شاید چی میگن شاید چی میگن بعضی وقت خشم و یا مثلا بی صبری بود این تمام چیزایی بود پولوس مثل ما بود یا و اینجا میگه که من یک یک هدفی دارم و من میدونم دنبال این هدف هستم یا و فقط اینطوری نیست که فقط یک کاری وقت انجام میدم مثل مثلا مثلا میگم الان ما اینجا هستیم فقط یه خدمتی انجام میدیم مثل این که تو هوا میذاریم یه کارهای زیادی هم میکنیم آخر خسته میشیم کوبیده میشیم و مثلا مثل که تو هوا زدیم آخر میپرسیم که می سمرات چیه چه اتفاقی افتاده اینجاست که میگه که من اینطوری زندگی نمی کنم یه هدفی دارم دنبال این هدف هستم به این خاطر خودم رو کنترل میکنم فکرهای فکرای خودم رو کنترل میکنم آیا فکرای خودم با فکرای خدا درسته یا نه اذیت میشم ناراحت میشم تو زندان افتاده و خیلی اتفاقاتی افتاده فرد میگه که من خودم رو میخوام ثابت نگه دارم درست نگه دارم من خودم رو طوری نگه داشتم که واقعا زیر سقف خدا باشه و همینطورم هم نقشه خدا مبادا اگر من شروع کنم به خودخواهی کردن قضاوت کردم داوری کردم و من موعظه میکنم آخر چی میشه؟ آخر میگه که من موعظه کنم و خود مردود کردم. پس زمانی که ما شروع میکنیم خدمت کردن اول ورزشکار خودمون رو باید درست کنیم خودمون رو باید آماده کنیم فقط زمانی که از ما شروع میکنیم بگیم که عزیزان الان ما خدا را شکر ما کلیسا هستیم ما باید الان خودمون رو آماده کنیم اگه هدف نداشته باشی و با نقشه خدا با هدف خدا آش آشنا نباشی نمیتونی خدا رو درست پیروی کنی ما خدا رو پیروی میکنیم با هدفهای خودمون ما هدف خودمون داریم و میگیم که همزمان الان هدف خودمون نقشه خودم از همزمان کنارش ما به خدا خدمت میکنیم متوجه هستین فقط خدا میگه که نه اینطوری نباید باشه هدف درست باشه دیدت درست باشه آرزوهای خودت به من بگو هر چیزی که داری بگو من بگو باید بری بری, بری چیز کار بکنی برای تو همه چی رو آماده میکنم برای میخوای بری دانشگاه بری میخوای مدرسه هر چیزی هست خدا نمیگه از جامعه کنار بکش در اون باش فقط دید و فکر و هدفت من و نقشه من باشه این یه چیزی هست که تو خفا زمانی که در حضور خدا هستین اونجا میتونین برین اونجا دعا کنین هفته گذشته فکر میکنم اینام گفتم نه برین تو خونه بنویسین هدف تو چی هر چیزی که هست آرزوهایت همه چی رو بنویس. هفته گذشته بود گفتم گفتم همه چی رو بیار زیر دستای تو میگه خدا من, من میخوام الان این آرزوهای من هستم فقط اینو میخوام به دستای تو تقدیم کنم به تو تقدیم کنم و میخوام اراده تو انجام بشه نقشه تو انجام من از من استفاده کن برای نقشه خودت مطمئن باشین خدا این چیزایی که نوشتی دو برابر برای تو هم آماده میکنه بدون اینکه الان تو زحمتای بکشی خدای ما خدای عالی هست و خداوند به ما همینطور همین استراتژی های خودش رو خواهد داد زمانی که پولس الان این چیزایی که صحبت میکنه من الان نمیدونم فقط همینطور تو هوا همینطور مشت بزنم بلکه تن خود را سختی میدهم و در بندگی خیش نگاهش میدارم یعنی یه دیسیپلینی هست و زمانی که ایسان زمانی پولس این حرفایی که میزنه و و تیموتیوس که شاگرد خودش رو آزمایش میده بعد از این میبینیم که دوم تیموتیوس باب چهار آیه هفت تا هشت اینجا پایان زندگی پولس رو میبینیم و اینجا که زمانش که رسیده که الان خدا به حتی خدا به او مکاشفه رو داده ببین پولس به زودی خواهی مرد به زودی سرت رو خواهم برید این هم خدا بهش گفته گفته ببین الان کارهایی کردی الان همه چی به زودی برحال خواهی مرد و اینجا میگه که جنگ نیکویی رو جنگیدم مسابقه جنگ بود یادت نه سرباز بود جنگ مسابقه ای که مسابقه ای را به پای نسلیم بخون جنگ نیکو را جنگیدم مسابقه را به پایان رساندم و ایمان را محفوظ داشتم اکنون تاج عدالت برایم حاضر شده است تاجی که خداوند آن داور عادل در آن روز به من عطا خواهد کرد نه تنها تنها نه به من بلکه به همه آنانی که مشتاق ظهور او بودند آمین به این خاطر خیلی خوبه که مخصوصا که میگه که نه فقط به من فکر نکنی الان من پولوس هستم یه جای بردوان هستم من اونجا نه نه فقط به من بلکه به هر کسی که حضور خدا رو یعنی دنبال خدا هست وطن پرست هست خدا پرست هست یا معمولا کسانی که واقعا درد و رنج در این دنیا میکشن برای خداوند برای خداوند ها اینا میگن کی مسیح کی میای زود کی کیمیایی. کی میای کسانی که دنبال زندگی خودشون هستن هیچ موقع نمیگن کی مسیح کی میایی ها نه؟, نه یا من میخوام نو لذت ببرم هنوز کارهای خودم رو انجام بدم نه یا ها یا. <تصفح> <تصفح> نسینا من با من داد میکشین کی کی okay. و اینجا میگه که اکنون تاج عدالت این تاج عدالت همون حکومت همون ارسی هست که خداوند به ما خواهد داد پولوس میگم پرست یا وطن پرست یا ایسا پرست بود که میدانست چی گفتم؟ دوباره اشتباه کردم؟ نه <applause> میهن زود زود میهن پولوس میهن پرست و وطن پرست یا ایسا پرست بود که میدانست چیزی بزرگتری از خودش فراخوانده شده است و امیدوار هستم ما هم با این موعظه هایی که میشنمیم واقعا متوجه بشیم که با چه با چه خاندگی ما خانده شدیم الان دومین سوال اینه که آیا پادشاهی خدا وراست تو خودت ابدیت تو برای تو مهم است؟ این سوالی هست این خودت باید ب... از خودت بگی. یا اینکه فقط برای امروز زندگی میکنیم مرکز محور و من محور من مرکز و محور من هستم کلیسا و هدف خدا برای من بی اهمیت هست این سوالی هست بعضی وقت خدا سوال هایی که میکنه اون موقع هست که ما شروع میکنیم به فکر کردن آیا سرباز شایسته مسیح عیسی مسیح هستی یا یک زندگی خودخانه مانند آخان میخوای داشته باشی آخان در کشور اسرائیل فقط دنبال خواستای خودش بود آخرش هم دیدیم اول اسرائیل شکست خورد بعد از اینم ضربه هم به خودش داد این چیزایی هست سوال هایی که خدا از کلیسایمون از تک تکش ما میکنه که آیا سرباز شایسته مسیح عیسی مسیح هستی یا نه الان میخوام مخصوصا میخوام با افرادی صحبت کنم که میهن پرست خدا پرست هستن آیا واقعا میخوایی یک سربازی برای خداوند باشی؟ آیا واقعا میخوایی وارد ارتش عیسی مسیح بیایی یا نه؟ آمین نگین یه چیزی هست که خودتون باید برین فکر کنین سربازخونه جایی نیست که بشینی بری اونجا الان لذت ببری سربازخونه یه جایی هست که آموزش باید ببینی آموزش باید ببینی آموزش باید ببینی فشارها باید بیان مشکلهایی باید بیان تو باید یاد بگیری با این اسلحه چطور باید بزن چیز کنی استفاده کنی از این شمشیر دو دم که کلام خودش چطور استفاده کنی سربازخونه یه جایی هست که اونجا دنبال پول نیستی بلکه دنبال این هستی که چطور میتونی درونی یک سربازی ساخته بشی این چیزی نیست که ما بتونیم فقط با یک آمین بگیم الان چند تا نکته هایی میخوام بگم یعنی یک کسی که هست که واقعا میگه که من میخوام یک سرباز خدا بشم سرباز عیسی مسیح بشم همین چیزهایی که الان ما اینجا صحبت کردیم در مورد پولس اینجا باید یه اولویت هایی گذشته بشه و اولین چیزی اینه که الان مشخص اول مشخص بشه که خداوند واقعا من زندگی من الان در حال میکنم اصلا نه عنوان یک سربازی میکنم بلکه عنوان فقط یک ایمانداری هستم که فقط وظیفه خودم رو انجام میدم فقط دنبال هدفهای خودم هستم دنبال اشتیاقهای خودم هستن یا شهوت های خودم هستم یا افرادی هم هستن که توی گناه زندگی میکنن که بگن که خداوند امروز فهمیدم میدونی خوبی عیسی مسیح است که هیچ موقع هیچ موقع رد نمیکنه شاید کسی پسر گم شده می بینیم که خداوند اجازه پدرش اجازه داد این پسر گم بشه فقط آخرش واقعا با توبه و بازگشت آمد گفته من چه چیزی داشتم چه ارسی داشتم چه پدری داشتم همه چی رو داشتم چقدر احمق بودم خانه رو ترک کنم واقعا با توبه و بازگشت آمد درسته یا نه نه آمد میگه باشه که من فکر کردم خوب آمدم دوباره پسر دور. نه درد بود شکست بود ما نمیتونیم بعضی وقت بیایم توبه کنیم خودم من اشتباه کردم منو ببخش الان من میخوام بیام اینجا اینجا بی حرمتی، یعنی واقعا اگه تو قلبم اون اتفاق میفته خدا من واقعا من تازه دو ام افتاد تازه مکاشفه افتاد که اصلا زندگی خودم رو میکردم خدا من منو ببخش من میخوام برگردم به اون چیز اصلی تو خاندگی من توبه میکنم بازگشت میکنم امروز این بدن خودم رو زندگی خودم رو یادتون هست سال گذشته بود که موعظه کردم دست من مال توست پای من دست مال تو چشم من مال توست گوش من مال... همه چی مال توست از من استفاده کن زمانی که این اولویت ها رو میذاری میگیم خداوند وقت من سرباز نمیتونی بگی زمانی که من اصلا وقت ندارم دوباره میخوام بگم کارهای خودتون باید انجام بدی همه چی ربطی به قلب داره اینجا نوشتم یه آ... آگاهانه روحی سربازی آگاهانه روحی سربازی باید داشته باشیم یا آگاهانه رویه سربازی باید داشته باشیم یعنی روش زندگی ما باید هر جایی که هستیم میری سر کار امان سرباز میریم اونجا نه؟ امان سرباز میری نمیگه که سرباز کلیسا هستم سرباز هستم میرم اونجا این چیز رو پوشیدی رفتی اونجا سرباز خونه نه سرباز خونه کار تو رفتی الان آس بیلدونگ سرباز روش تو باید اینطوری باشه تک تک ما اینجا هر ران مدرسه میری عنوان سرباز میریم یعنی روش ما اینه فرزند خدا هستیم و هر جای زمانی که میگم سرباز یعنی تو میری اونجا یه چیزی رو که شیطان دزدیده زمان افراد رو دزدیده خراب کرده تو ورداری داری سربازی که میری اونجا اسلحه تو چیه کلام خداست محبت خداست اقتدار که داری دعا میکنی افراد شفا پیدا میکنن انجیل رو پخش میکنی زمانی که کلام تو صحبت میکنی در مورد عیسی مسیح نور اونجا منتقل میکنی ما اینجا میخونیم زمانی که سرود میخونی میگیم نام عیسی چه نام عظیم نام پرقدرتی هست یا این نام در تو قرار گرفته تو این نام رو ور میداری و میری تو جامعه تو سر کار تو مدرسه هر جایی که هستی این نام رو میاری عنوان سرباز میری اونجا و کلیسا باید نگاه کنی مثل واقعا سربازخونه است همینطور یک دنیایی که نگاه میکنی آلمان رو نگاه میکنی چی دارن؟ سیاست مدار رو دارن، جنرال ها دارن، وزیرا ها دارن درسته؟ و بعد از این آخرش هم سربازی, سربازی. بدون سرباز هیچ جنرالی وجود نداره جنرال های به سرباز داره درسته یا نه؟ تو این کلیسا باید جنرال های باشن همینطور هم و همینطور وزیرایی باشن تقریبا مثل همون چیزهایی هستن که مراسه... سلسل سلسله مراتب پادشاه ایساست و اینجا سلسله مراتب اینجا میاد پایین و ما هستیم که مخصوصا در سال 2020 ما میخوایم چه کاری کنیم کار رحمت و کار بشارت رو میخوایم انجام بدیم نمیرم اونطوری بیرون ببینیم اول چی میشه بلکه آگاهی من سرباز خدا هستم یه بمبی در من هست بمب محبت خدا من میرم اونجا تو کلاس منفجر کنم من افراد به وسیله تو باید اونجا توی کلاس ایمان بیارن الان تو تازه رفتی توی آس بیلدونگ تو هم نمیدم توی س... چیز سازمانی که کار میکنی یا ما باید این ذهن رو داشته باشیم این ما هستیم و بقیه هم همینطور مدرسه مسیر رو نمیتونیم بپوشونیم بلکه مسیر رو باید نمایان سازیم بمبی هستین بریم منفجر بشین اونجا مسخره هم میشین این درده مسخره میشین فقط بدونین که او در شما از کار خودش رو انجام خواهد داد افرادی هستن باید ده بار بیست بار بشنون که هزارش بیفته به این خاطر زمانی که گفتی مسخره کرد رفت شما هم همینطور بودین تقریبا افرادی آشنایی پیدا کردم همش ما اینطوری اول مسخره میکردیم ده بار شنیدیم بعد از این دوازه یه او مکاشفه به دست آوردیم خدا تو رو ول نمیکنه دنبالش به این خاطر هر بشارتی میگه هر چیزی میگه بی, بی هدف نیست به این خاطر ما باید نگاه کنیم که آیا واقعا میخوام یک سربازی باشم یا نه به این خاطر ما باید این چیز رو این اولویت هایی باید اونجا بذاریم همینطورم هم باید در این قسمت در مورد ایمان که اول باید هم همینطور باور داشته باشیم به این وعده های خدا و همینطور هم خاندگی قسمت بعدیش همینطور شخصیت سازیه همینطور که خوندیم در چیز در ورزشکار احساس مسئولیت کردن برای کشور خودت یعنی برای پادشاهی خداست و همینطور هم پ... چیز موتی شدن یک سربازی باید مطیع فرماندهش بشه همینطور وظیفه یک کلیساست که زمانی که یک سربازی یک, سر... یک شخصی که میره اونجا میخواد سربازی بشه اونجا دیگه چیزهایی هستن جنرال ها و اندروم چیز فرمانده ها هم هستن که نگاه میکنن به چه, چه استعداد یا چه جایی که میتونم مثلا الان خدا چیز نه خدا اونجا برش, برش, استفاده بشه الان مثلا تانک رو چیز رانندگی میکنی یا در قسمت مثلا الان چیز هستی چی میگن رادیو تکنیکو اینطوری چیزایی هستن و منظور من اینه که اینجاست که مشخص میشه که واقعا چیز استعداد تو خاندگی تو چیه و همینطور این اشتیاق رو باید داشته باشی برای یه گمشدگان که بتونی بری اونجا و انجیل خداوند رو اونجا پخش کنی برحال امروز میخوام این دعوت رو کنم از که نمیدونم الان چقدر آه کلام با قلبتون صحبت کرد فقط امروز مخصوصا میخوام دعوت کنم برای کسانی که واقعا میخوان خدا از ایشان سربازی بسازه یعنی کسانی که واقعا میخوان وارد سربازخونه خدا بشن ربطی به برکت نیست ربطی هم به این چیز نداره که ما برای شما دعا کنیم اینم نیست دعا نخواهیم کرد بلکه وقت رو خواهیم گذاشت که خودتون تفتیش کنین که الان در حال حاضر که زندگی میکردین تا امروز دنبال چی بودین چه هدفهایی داشتین چه فکری داشتین هدف اصلی تو چی بود دنبال هنوزم دنبال نقشه خودت هستی پاس خودته چیزایی هستن که مهم هستن من نمیگم که الان اصلا کلا از فکرت بیرون کن فقط هم میگم همه چی باید زیر نقشه اصلی خدا بشه و یک سربازی باید این قلب برای کشور داشته باشه برای همون نه همون فرمان فرمانده یعنی فرمانده یا عیسی مسیح باید این قلب رو باید داشته باشه وطن پرست باشید میهن پرست خدا پرست باشه پدر, پدر پرست باشی که واقعا بتونی اراده او رو انجام بدی اینجاست که خودت خودت تفتیش کنی زمانی که ما وقتم برای دعا میذاریم زمانی که میای جلو نمیخوام با این دید بیاین جلو من الان به شما میگم که فکر کنید. حتی دو نفرم بیان اینجا با واقعا نیت درست من از خدا رو شکر میکنم یعنی زمانی که میاین اینجا واقعا متوجه بشین که زندگی من دار امروز کردم برای زندگی برای خودم کردم دنبال هدف خودم بودم دنبال... نقشه های خودم بودم خدمت هایی می کردم فقط امروز خداوند فهمیدم امروز خداوند من می خوام بیام توی سربازخونه خونه تو حاضر هستم بها رو پرداخت کنم حاضر هستم خداوند وقت خودم رو اخ... چیز کنم حاضر هستم به تو اجازه بدم تغییراتی ذهن من رو عوض کنیم حاضر هستم از چیزایی که الان من مشغول هستم دست بردارم با کمک تو حاضر هستم این رابطه‌ای که من دارم این چیزی که به دست آوردم که خودم رو ارضا میکنم خودم رو بکشم, بکشم،, کنار به این خاطر با توبه و بازگشت میام میتونی بیاین اینجا زانو بزنین الان فقط نباید فیزیکی بلکه واقعا با قلبتون زانو بزنه یه خداوند از امروز به بعد میخوام یک یک فصل جدیدی در زندگی من درست کنیم من میخوام سرباز تو باشم من میخوام خداوند کلام خدا میگه که تو نمیتونی همون خدا رو بپرستی همینطور ممان رو بپرستی من میخوام چش فقط به تو بدوزم فقط میخوام واقعا دنیا پشت من باشه و تو جلوی من باشی من میخوام تو رو پیروی کنم و اراده تو میخوام انجام بدم و باور میکنم خداوند تو نیازهای من رو میدونی بر زمان خودت همه چی رو به من خواهی داد حتیم ندی من میخوام تو را من پدر پرست عیسی پرست هستم تو رو میخوام جلوی چشمم ببینم دنیا پشت من صلیب جلوی من Bütün çeşme olabiliyor ben diyeyim. Anası یا خداوند چقدر خدای عالی و شگفت انگیز هستی خدایی نیستی که ما رو ویل کنی خدایی هستی که دایما من به وسیله رول قدس تو ما رو راحت نمیذاری بلکه حول میدی که خداوند تو خواب نریم تو بیهوشی نریم یا شل نشیم خداوند ایسا من میدونم تو اینجا هستی و میدونم خداوند که در زمانهای آخر که ما زندگی میکنیم خداوند تو لشکرهای خودتو میخوای در این دنیا بلند کنی میدونیم خداوند محبوبان تو هستیم عاشقان ما رو دوست داری و مهم هستیم برای تو الان این زمانهایی که زندگی میکنین خدا من تو میخواهی نه فقط کلیساهای ما رو برد که اصلا کلان کلیساها رو بیدار کنی از ما سربازهایی بسازی که ذهن سربازی داشته باشیم خداوند آگاهانه خداوند بدونیم که درون من یک سرباز خدا هستم هر جایی که میرم من این اونیفرم سربازی رو پوشیدم یا افسر رو پوشیدم ایسه جان امروز خداوند که با ما صحبت کردی میدونم دست تو کوتاه نیست تو از های ما اطلاع داری خداوند خداوند الان میخواییم قلب ما رو تو تفتیش کنیم خداوند. هر جایی که خداوند ما خداوند فقط دنبال خواستهای خودمون آرزوهای خودمون اصلا چیزهایی که مربوط به تو بود بی خداوند بی تفاوت بودیم. حتی آمدن ما توی کلیسا هم خداوند مثل یک فقط یک روشی شده مثل یک عادتی شده خداوند خداوند فقط برای امروز میخوایم فکر کنیم تمرکزمون نه تو هستی بلکه ما هستیم خودمون هستیم خداوند تو امروز هم نه اینجا که ما رو داوری کنی بلکه ما رو بیدار کنی خداوند از داستان این آخان خداوند به ما نشون دادی چقدر ضربه به خودمون به کلیسا میزنیم خداوند امروز هم که این صدا رو کردی خداوند کلام رو گفتی با کمک تو میخوایم این سرباز های شایسته مسیحی سا باشیم خداوند و تو از قلب ها اطلاع داری خداوند خداوند دعا میکنم رول قدس تو ملزم کن خداوند و تو هدایت کن همینطور یه لحظه در حضور خداوند خود رو تفتیش کن بعد از این این دعوت رو میکنم که بتونی بیای جلو فقط میخوام به تو بگم که همون جلو با این دید بیا جلو که عیسی مسیح اینجاست قلب تو رو میبینه دعای تو رو خواهد شنید و بدون که این قدمایی که ور وارد وارد سربازخونه خدا میشی و خدا تصمیم تو رو جدی میگیره